هیچ میدونستین گرمای سطح خورشید رو ما زیر پاهامون حس میکنیم؟ دمای هسته زمینی که ما هر روز روش قدم میزنیم گرمایی برابر با دمای سطح خورشید داره. هسته زمین در حالی 5200 درجه سانتیگراده که دمای سطح خورشید 5500 درجه است. یکی از دلایل داغ بودن هسته زمین اینه که همچنان در لحظه شکل گیریش در میلیاردها سال پیش در حال جوشیدنه. وقتی سیارکی به اندازه مریخ به نام تیا با زمین برخورد کرد و ماه از زمین کنده شد، سطح سیارمون به شدت داغ شد و خیلی از این حرارت همچنان در هسته زمین وجود داره. البته این داغی هسته به سطح زمین کاری نداره. به گفته دانشمندان، دسترسی به هسته زمین از سفر به سیارک پلوتون هم سخت تره. در این ویدیو از پاراگراف به دانستنی‌های اسرارآمیز اطرافمون می‌پردازیم. جالبه بدونین متراکم ترین سیاره سنگی توی منظومه شمسی همین زمین خودمونه. در مرکز زمین هسته‌ای وجود داره که 15% حجم سیاره رو به خودش اختصاص داده. این هسته از دو بخش بیرونی و داخلی تشکیل شده. هسته داخلی یک توپ جامده که از آهن و نیکل ساخته شده. شعاعش 1220 کیلومتره که 20% شعاع زمین رو تشکیل میده. همین هسته داخلی زمین اونقدر بزرگ هست که حدود 80% شعاع ماه رو میتونه پر کنه. هسته بیرونی ضخامت 2200 کیلومتری داره و مایعه. اونم از آهن و نیکل تشکیل شده. اما اونقدر تحت فشار نیست که جامد بشه. روی ماه هیچ هوایی وجود نداره، ولی دانشمندان به طرز عجیبی دیدن که ماه داره زنگ میزنه. چند وقت پیش وقتی ناسا داشت سطح ماه رو به دقت بررسی میکرد، یک انعکاس و درخشندگی غیر معمولی رو کشف کرد و بعد از تحقیق ویژه فهمیدن یک ماده هماتیت که نوعی اکسید آهنه در بخش‌های قطبی ماه وجود داره. در اصل محدوده قطب ماه پر از سنگ‌های غنی از آهنه، اما بدون اکسیژن و آب روی ماه چطور این آهنا تونستن زنگ بزنن؟ تازه بادهای خورشیدی معمای ما رو سخت‌تر هم می‌کنن، چون این بادها پر از هیدروژنن و هیدروژن تشکیل هماتیت رو سخت‌تر هم می‌کنه. اگرچه ماه جو نداره، اما اکسیژن خیلی کمی روش پیدا میشه. این مقدار اکسیژن هم از جو بالایی زمین به ماه منتقل شده. زمین همچنین از بادهای خورشیدی در مقابل ماه محافظت می‌کنه. البته نه همیشه. گفته میشه سطح ماه کاملا خشک نیست. در دهانه‌های دوردستش ممکنه یخ وجود داشته باشه. گرانش ماه حدود 17% گرانش زمینه. اگه روی زمین 90 کیلوگرم وزنتون باشه، روی ماه حدوداً 15 کیلوگرم بیشتر نیستی. روی قمرمون انسان قادر تا 6 برابر سنگین‌تر از چیزی که روی زمین حمل می‌کنه رو بتونه بلند کنه. به همین دلیل فضانوردان لباس‌های سنگینی برای حرکت روی ماه می‌پوشن. مریخ دو قمر به نام‌های فوبوس و دیموس داره. گفته میشه بین 30 تا 50 میلیون سال آینده جاذبه مریخ فوبوس رو متلاشی می‌کنه و از تکه‌های این قمر حلقه ای دور مریخ شکل میگیره. در حالی که مریخ خیلی آروم به نظر میرسه، اما بزرگترین آتش فشان منظومه شمسی رو توی خودش داره. در گذشته یک نوع نیرو باعث تشکیل و فوران آتش فشان های بزرگ میشد. یکی از این آتش فشان ها اسمش اولیمپوس مونزه که 26 کیلومتر ارتفاع داره، یعنی 3 برابر قله اورست. عرض این آتش فشان 624 کیلومتره، به اندازه فاصله تهران تا تبریز. این آتش فشان به خاطر گرانش ضعیف مریخ و حرکت نداشتن صفحات تکتونیکی تا این اندازه بزرگ رشد کرده. یک روز در اورانوس 17 ساعت و 14 دقیقه و 24 ثانیه طول میکشه. این سیاره حدود 98 درجه کجه و باعث میشه یک فصل در این قول گازی 21 سال زمینی طول بکشه. در مرکز اورانوس یک هسته سنگی وجود داره که جرمش فقط نصف زمینه. یک گوشته یخی هسته جامد رو احاطه کرده و حدود 80% سیاره رو به خودش اختصاص داده. اما برخلاف اون چیزی که در مورد خود سیاره فکر میشه، چون سیاره سرد و یخی هست، هسته اورانوس اصلا سرد نیست، بلکه یک مایع داغ متراکمه که از متان و آمونیاک درست شده و دماش تا 5000 درجه سانتیگراد میرسه. جو اورانوس عمدتاً از هیدروژن و هلیومه، اما به دلیل گاز متان که نور قرمز رو جذب میکنه به رنگ آبی مایل به سبز دیده میشه. جاذبه در همه جا یکسان نیست.
سنگ‌ها، فلزات و سایر مواد معدنی و تشکیل دهنده یک سیاره مثل زمین در مکان‌های خاص متراکم‌تر از جاهای دیگه فشرده میشن. این نوع ترکیب اتفاق جالبی رو رقم میزنه. باعث میشه گرانش بسته به جایی که هستین کمی متفاوت باشه. مثلا وزن شما 0.5% کمتر از زمانیه که در خط استوا میستین. در بیشتر موارد ارتفاع مکانهای مختلف زمین هم چیزی حدود 0.5 کیلوگرم روی وزنتون اثر میذاره. مثلا اگر در بالای قله اورست بودین وزنتون هم یه ذره کمتر میشد. سرسخت‌ترین موجود زنده زمین اونقدر کوچیکه که نمیشه دیدش. خرس‌های آبی که به عنوان خوکچه خزه‌ای هم شناخته میشن که البته اسم علمیشون تاردیگریده، موجودات کوچک و بامزه‌این که 8 تا پا و سرهای فرو رفته دارن و قدشون کمتر از 1 میلی‌متره. علی‌رغم جثه میکروسکوپیشون اساساً موجودات سرسختی‌ان که هر جایی میتونن زنده بمونن. البته خودشون دوست دارن روی تکه‌های خزه مرطوب یا کف دریاچه زندگی کنن. اما اگه اونا رو به مناطق سختم بفرستین شکایتی ندارن. سرمای شدید و گرمای طاقت فرسا رو تحمل میکنن و از فشار خیلی زیاد و تشعشع بالا هم جون سالم به در میبرن. برخی از این خرس‌های آبی رو حتی به فضا فرستادن و اونا تونستن بدون هیچ مشکلی تا 10 روز زنده بمونن. در چنین حالتی به نوعی خواب زمستانی میرن که نیاز به اکسیژن و آب رو کم میکنه و از پس شرایط سخت برمیاد. یکی از دلایلی که خورشید گرفتگی ها از روی سطح زمین به راحتی قابل دیدنن فاصله و اندازه ماهه. ماه 400 برابر به زمین نزدیک تره تا خورشید. اما تا 400 میلیون سال دیگه ما خورشید گرفتگی نخواهیم داشت، چون مدار ماه در حال تغییره و دیگه کامل بین زمین و خورشید قرار نمیگیره. اقیانوسی روی مشتری هست که بزرگتر از هر اقیانوس دیگه ای توی منظومه شمسیه، اما برخلاف اقیانوس‌های زمین از آب نیست، بلکه از هیدروژن فلزی یا متالیک هیدروژن ساخته شده. عمق این اقیانوس 40,000 کیلومتره که تقریباً برابر با فاصله دور زمینه. وقتی صحبت از آتش فشان میشه، بزرگترینش ما رو یاد مریخ میندازه که چند دقیقه پیش گفتیم، اما بیشترینش مربوط به سیاره زهره است. این سیاره حدود 1600 آتش فشان بزرگ داره، اما هیچ کدومشون فوران نمی کنن. اگرچه زهره داغترین سیاره توی منظومه شمسیه، اما میشه روش برف پیدا کرد، ولی نه اون برفی که اینجا روی زمین میشناسیم. اونجا برفایی از فلزات و باران اسیدی میباره. یک سیاهچاله بسیار سنگین در فاصله 250 میلیون سال نوری ما وجود داره. عمیق‌ترین صداهایی که تا حالا تونستیم بشنویم رو از خودش نشون میده. حدود 1 کوادریلیون بار عمیق‌تر از چیزی که انسان میتونه بشنوه. سیاره عطارد چند میلیارد سال قدمت داره. در سال 2016 دانشمندان برخی ناهنجاری‌ها رو در سطح سیاره کشف کردند که نشون میده عطارد در حال کوچیک‌تر شدنه. بعد از تحقیقات بیشتر فهمیدن که این سیاره هنوز سرد نشده. به همین دلیله که داره کوچیک میشه. یکی از دیدنی‌ترین اجرام فضا تپه‌اختران. اونا نوعی ستاره نوترونی هن که بخشی از موادشون رو تقریباً با سرعت نور از خودشون به بیرون پرتاب میکنن. تپخترهای معمولی با سرعتی بین 60 تا 110 بار در ثانیه میچرخن. اما تپخترهای میلی ثانیهی میتونن با سرعتی 700 بار در ثانیه بچرخن. و این سرعت هم اونقدر سریعه که حتی چشم انسان نمیتونه اونو پردازش کنه. همونطور که میچرخن پرتوی از تابش از محورشون ساطع میکنن که شبیه نور یک فانوس دریاییه. ستاره شناسان میتونن این تپخترها رو به شکل اجرام درخشان ببینن، ولی در اصل نوری رو به سمت ما نمیدن چون اونا دیده نمیشن. خورشید به طرز باور نکردنی بزرگه. 99.86% از کل جرم منظومه شمسی رو خورشید تشکیل میده. از هیدروژن و هلیوم ساخته شده. اون 0.14% باقی مونده هم عمدتاً جرم 8 سیاره منظومه شمسیه. شما هم اگر اطلاعات جالبی از اطرافمون دارین توی کامنت ها به اشتراک بذارین. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.